سلام خوب استین همه شما خدمت همه شما خوبان سلام عرض میکنم کنم که حال همه شما خوب باشه یک کمی تعجب کردین که تصویر چه رقمی آغاز شد خیر است گل پشت رو نداره من حجت محمدی هستم در خدمت شما خوبان با یک درس عالی از بخش آمادگی کانکور واو آمادگی کانکور سوال است درس است بحث است جواب است تکنیک است تست است فقط کتابچه و قلم پر انرژی باشین تا آخر برنامه با استاد حجت محمدی ببینیم که چه کار میخوایم بکنیم میخوایم گرد و خاک کنیم گرد و خاک بزن و بکوب داریم فقط شما تا آخر برنامه با ما باشین و هیچ درسی را میس نکنید یا از دست ندین درست است آمدی کانکور داریم ریاضی هست فیزیک از هندسه مثلثات کیمیا بیولوژی و همه چیز همه چیز در مکتب تمدن اوکی بازم خوش آمدید میگیم به شما امیدوار هستیم که حال همه شما خوب باشه و تا آخری برنامه بیننده برنامه خودتان باشین از تلویزیون تمدن درس اول هست از فیزیک کانکور جمع حل سوالات فرم های کانکور برای شما خوبانی که آمادگی میگیرین برای بزرگترین امتحان که در واقع بعد از مکتب شروع میشه و شما را وارد پانتون های افغانستان میسازم خب موضوع موضوع مهمی است بیشتر از این نمیخوایم گپ بزنیم چون خود شما اهمیت موضوع را درک میکنین و میریم سراغ درس و بحث که چی هست چه قسمی میخوایم برای شما معرفی بکنیم داستان را و در ادامه درس به موضوعات پیرامون کانکور و اهمیت کانکور اشاره خواهیم کرد اوکی خب بریم یک بار روی تصویر روی مانیتور گپ بزنیم که درس از کجا قرارش شروع بشه آماده این کانکور است بخش فیزیک است درس اولش هست فیزیک را فیزیک سنف دهم ده است از فیزیک سنف دهم ده از فیزیک سنف دهم ده در واقع شامل کانکور میشه شم و شما باید 160 سوال را 160 سوال را به شما میدن در امتحان کانکور باید پاس کنین از این 160 سوال هر مقداری را نسبت به نمره‌ای که میگیرین به پنتون های مختلف به دانشگاه های مختلف راه پیدا میکنین در خلال برنامه در مورد رشته ها صحبت میکنیم در مورد نمرات و ذریب نمرات صحبت میکنیم در مورد تعداد سوالات صحبت میکنیم و در مورد خود امتحان کنکور و پروسه امتحان کنکور که چی هسته صحبت خواهیم داشت فلیزا بدون فوت وقت میریم سراغ درس و در میان درس به این موضوعات میپردازیم خب بحث فیزیک از کجا شروع میشه فیزیک را به صورت ساده که معرفی میکنیم فیزیک علم بنیادی هسته علم بنیادی یعنی پایه‌ای اساسی هسته خب فیزیک تحت و اساس انجینری ها و تکنولوژی های مختلفی است دانان پس از مشاهده پدیده های طبیعی به دنبال الگوها و نظم بین پدیده ها می باشند برای توصیف پدیده ها اغلب از قانون مدل و نظریه فیزیکی استفاده می شود خیلی جالب هستم پس ببینید فیزیک تحت علوم تکنیکی است که شما بینید رشته های تکنیکی انجینری تکنولوژی مختلف کامپیوتر هست و اینا 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 و, اینا و گفته که فیزیکدانان پس از مشاهده پدیدهایی به دنبال الگوها هستن یعنی در واقع کار را میخواین برای ما آسان کنید الگوها و نظم پدیده ها می باشن. برای توضیح پدیده اغلب از قانون استفاده میکنن از مدل و نظریه فیزیکی نکته مهمی که باید شما بفهمین این است که ویژگی مهم فیزیک یکی از ویژگی های مهمش است که ویژگی آزمون پذیری داره یعنی میتونین دوباره آزمون پذیر است خطا را دوباره بررسی بکنین اگر باب دلمانی است دوباره بررسی کنیم اگر شک شبه است اگر تغییر میکنه شرط آزمون پذیر هست و اصلاح نظریه های فیزیکی یعنی نظریات چی میشه اصلاح میشه مثلا در مورد اتم چندین بار نظریه اصلاح شد نظریه دالتان بود نظریه مثلا شما دیدین تامسون بود نظریه ارنست رادرفور بود نظریه نیلزبور بود و نظریه شوردینگر همینطور نظریات اصلاح میشه آزمون پذیری فیزیک و اصلاح نظریه فیزیکی نقطه قوت علم فیزیک هست پس علم فوق العاده جذابی است که میتونه همیشه خود را آپدیت کنه نسبت به روز خود را چی میکنه آپدیت میسازه فرق قانون و اصل چی هست؟ در همین ابتدا بحث تفاوت قانون و اصل را میخوام برای شما معرفی بکنم که خیلی ها از بزرگواران مدرسین گرامی وقتی درس میدن اصل رو قانون میگن قانون رو اصل میگن اینا یک تفاوتی با هم دارن پدیده های فیزیکی در واقع اینی من به شما به صورت یک شکل نشان میدم که راحت درک کنید این مستطیل سفیدی که میبینیم پدیده های فیزیکی است یعنی دنیای ما این هسته درست است پدیده های فیزیکی روابطشان حالا نگاه کنین اصل دهی قسمت جای داره یعنی در پدیدهای فیزیکی یک قسمتش اصل است یعنی اصل نمیتونه فراگیر باشه همه را در نظر بگیره اما بینیم دایره کلانتر قانون از قانون وسیتر هست نسبت به اصل در مورد پدیده های فیزیکی قانون کلیتر هست و در واقع عمومیتر هست نسبت به اصل پس یکی قانون داریم یکی اصل اصل دامنش کوچکتر هست ولی قانون دامنش چی هست؟ وسیع تر هست مدل سازی مدل سازی که پشتر اشاره شد خیلی مهم هست مثلا ما اگر مدلینگ کنیم در فیزیک موضوع رو را راحت تر درک کنیم مدل ها در واقع برای درک بهتره چی هستم موضوعات فیزیک هست مثلا شما سعی کنید جسمی رو از آسمان راه میکنید جسم شروع میکنه و چرخش و شکل خود را تغییر میده فلذا ما این به این مدل تبدیل میکنیم تبدیل به یک نقطه میکنیم و به طرف پایین سقوط میکنه حرکت ای نقطه رو مد نظر میگیم تا نسبت به این حرکتی ای که چرخشی هست و سقوط از چندین حرکت فلزا این جسم دا چرخش،, چرخش،, داره و بزرگ هست رو به یک نقطه تشبیه میکنیم تا در... تا قابل چی شود در چه میشه مدل ها و اهمیت مدل ها نکته کانکوری زبان فیزیک عبارت از ریاضی است یعنی ما در وقتی میخوایم پدیده های طبیعت رو بررسی بکنیم نتیجه رو بخوایم بیان بکنیم تفسیرش کنیم به صورت خلاصه از ریاضی استفاده می کنیم مثلا نیوتن میاد کلی در مورد جاذبه تحقیق میکنه آخرش قانون جاذبه رو در یک فرمول بیان میکنه فرمول فرمول چیست ریاضی هست f مساوی است جی ام 1 ام 2 بر آر مربع یعنی کل تحقیقات نیوتن در یک فرمول ریاضی چی می گنجانیده شده پس ریاضی میتونه به زبان ساده موضوع را به ما چیکار کنه به صورت خلاصه انتقال بده فلزا اهمیتش خیلی زیاد است به این بهش میگن زبان فیزیک سوال کنکور داریم در این قسمت توجه کنیم زبان فیزیک که توسط نتایج ن... نظری توضیح داده میشد کدام است ریاضی کیمیا بیولوژی هیچ کدام قطعا شما دیگه حال فهمیدین که کدام جواب درست است ریاضی خیلی عالی متد علمی متد علمی یک روش علمی است که هفت مرحله داره چند مرحله داره هفت مرحله در نه تنها در فیزیک در بیولوژی در ساینس از این روش استفاده میشه هفت مرحله تحقیق و مطالعه راجع به موضوع مورد نظر یعنی شما میخواین در فیزیک پیش برین باید از این مسیر حرکت کنید این مسیری که هفت مرحله داره تحقیق و مطالعه اول تحقیق کن در یک موضوع دوم پیشنهاد فرضیه راجع به موضوع پیشنهاد فرضیه پیشنهاد میدین فرضیه میدین تئوری میدین بیان میکنین نظریه خود رو منسجم میکنین پیشنهاد فرزه حالا از کجا بفهمیم فرزه ما درسته است بعد از تحقیقاتی که انجام دادیم آیا فرضیه درسته است سومین مرحله او را چی میکنه درستی از این رو به اثبات میرسانه که عبارت از آزمایش فرضی است به صورت تجربی پس تجربه خیلی مهم است آزمایش فرضیه وقتی ما فرضیه رو آزمایش میکنیم در واقع صحت از این فرضیه یا نادرستیش تایید میشه چهار تحلیل ارقام ریاضی تازه پای خود رو میذاره وسط در مرحله چهارم متدلمی ما حالا تجربه کردیم به درستی از این موضوع پی بردیم حالا توسط ریاضی اعداد ارقام اندازه گیری شروع میشه پنجم تعمیم تئوری در چوکات قوانین کشف شده تعمیم تئوری یعنی تئوری خود را حالا که فهمیدین صحتش درست است نگاه ریاضی هم درست است حالا چه کار میکنین ایرا بزرگش میکنین وسیع میکنین و تبدیل به چی میشه قانون همین پیشتر دیدین وسعت قانون رو در پدیده تایی تبدیل به قانون میکنین شش پیش بینی بعد از اینکه ما تانستیم به این مهم پی ببریم که همچین رابطه بین پدیده های طبیعت است و تبدیل به قانون شده قابل پیش بینی هم هست پدیده های طبیعت چگونه قابل پیش بینی است مثلا برای شما مثال میزنم مثلا شما دیدین هواشناسی میگه آسمان کابل فردا در برخی نقاط ابری در برخی نقاط همراه با بارندگی هست این پیش بینی هست یعنی سرعت ابرهایی که به طرف کابل میاد بررسی میشه فاصله بررسی میشه بعد میگن ساعت 12 مثلا به کابل میرسن و شروع میکنن به بارندگی و ما میتونیم پدیدهای های طبیعت, رو پیش بینی کنیم یا مثلا مثال ساده شما خصوف و کسوف را شنیدین و دیدین آفتاب گرفتگی آفتاب گرفتگی میگه در اینی ساعت در اینی ثانیه در اینی دقیقه آفتاب دیده نمیشه این پیش بینی است یعنی چی سایه سایه محتاب روی زمین میفته و ما در این سایه آفتاب را دیده نمیتونیم اینو بهش میگن پیش بینی یعنی ما میتونیم وقتی قوانین را در طبیعت پیدا کردیم قابل پشمینی هم هستن و از اون که جالبتر کنترل کنترل دیگه یعنی ما وقتی که روابط رو بین این پدیده ها پیدا بکنیم ما میتونیم کنترل هم داشته باشیم مثلا شما میتونید یک موتر بسازین با استفاده از قوانین طبیعت ریز بتین سرعتش زیاد شه، بریک بگیرین سرعت رو کم کنین انرژی رو ذخیره کنین سویچ کنین گروپ روشن سازین یعنی قابل کنترل هم هستم خب نکته مرحله سوم یعنی تجربه مهمترین بخش متد علمی هست ببینید بچه های خوب فیزیک دارای بخوایم بیام روی تخته سفید دیگه درست سه حالا در مورد فیزیک صحبت کردیم فیزیک حالا علمی بسیار جذاب است یک علم بنیادی هست و میاید به صورت تجربی بررسی میکنه رابطه روابط بین پدیده های طبیعت را و میخواید در شناخت پیدا کنه با جهان حقیقی جهان حقیقی در دل آسمان ها چی است؟ ستارگان، سیاه ها، سیارات چه رابطه با هم دیگه چگونه اینا در ای فضای لایتناهی قرار گرفتن و با همدیگه تصادم نمیکنن؟ در داخل زمین چی هستن؟ اینا رو همه را, هم را فیزیک بررسی میکنم. با جهان حقیقی میخوایم ارتباط برقرار کنیم و شناخت پیدا بکنیم و بتانیم از او استفاده کنیم تا بتانیم زندگی خود را راحت تر بسه. مثلا شما یک موبایل داریم و این موبایل چقدر خوب کار میکنه برای شما عکس میفرسته صدا اینا همه کاربورت های فیزیک است که شما در دوره بر خود میبینیم فیزیک را به صورت کلی به دو شاخه تقسیم میکنیم چند شاخه؟ دو شاخه فیزیک سعی فیزیکی که ما میخوانیم در مکتب و پنتونی که شما میخوانیم فیزیک دو شاخه می یکی کلاسیک یکی چی؟ کلاسیک و دیگری مدرن دانش سوال میکنه میگه کلاسیک چی است؟ میگم کلاسیک قدیمی است آه قدیمی و مدرن جدیدش هست یک عمر از این کمتر است نسبت به جدیدتر است خب خود کلاسیک خود کلاسیک باز خودش سه تا شاخه میشه نگاه کنین یکی مکانیک میشه مکانیک کوچکترش کردیم درست است مکانیک یکی دیگهش اش میسازیم ترمودینامیک ترمو دینامیک و یکی دیگه رو میسازیم الکترو مقناطیس, مقناطیس. خود کلاسیک باز سه تا بخش داره مدرن باز دو بخش داره یکی هست کوانتوم دیگریش هست نسبیت خب ببینین در بخش هایی که ما برای شما کشیدیم دو تا بخش کلی داریم کلاسیک و مدرن اگر بخش های پایین همه رو جمع کنیم 5 تا میشه نه مکانیک، ترمودینامیک، الکترونسی کوانتوم و نسبیت 5. خب کلاسیک تقریباً با در واقع همو کشف نیوتن آغاز شده به می دلیل در کلاسیک قوانین مهم می را که از جمله یکی از مهمترین قوانین فیزیک هست در طبیعت و دنیای ما کشف شده قانون جاذبه است که توسط نیوتن کشف شده به این دلیل نیوتن رو به نام پدر فیزیک هم یاد می چه کسی را پدر فیزیک چه کسی است شما میگین نیوتن یکی از سوالات کانکور بده پدر فیزیک نیوتن هست و در فیزیک مدرن یا معاصر در واقع اینجا پدر شخصی به نام انیشتین هست لقب بهش داده انیشتین کارهای بسیار مهمی را در عرصه فیزیک مدرن انجام داده خب حالا مکانیک کدام بخش است مشخص است این بخش ها رو یاد بگیرید که در کنکور سوال میه مکانیک همو در واقع حرکت و سکون است حرکت و سکون که عاملش هم چی است قوه سرعت شتاب اینا همه محصول قوه هست ترمودینامیک ترمو یعنی حرارت حرارت هر چیزی که با حرارت ارتباط داره مثل چی درجه حرارت مثل چی انبساط و چی انقباض اینا مربوط چی میشه ترمو دینامیک میشه الکترومغناطیس مثل چی هست مثل برق هست مثل مغناطیس هست مثل اش... تشش اشعه مغناطیسی همون در واقع مقناطیسی شعای مقناطیسی شعاهای مقناطیسی برق مقناطیس و میمانه کوانتوم کوانتوم دنیای کوچکتر از اتم دنیای بس کوچک دنیای کوچکتر از اتم نسبیت مقایسه دو تا سرعت است سرعت هایی که از سرعت های نزدیک به نور صحبت میکنه نزدیک به چی صحبت میکنه؟ نزدیک به نور حالا چه وقت از هم جدا شدن؟ این قسمت فصل جداییشان هستم کشف الکترون با کشف چی؟ الکترون توسط کی؟ توسط جان جوزف تامسون انگلیسی در سال فکر مجده ۷ بود دیگه حالا خب اینا بخش های فیزیک هستن که سوال میپرسن از شما فیزیک چه بخشی است بخشایش میگیرین سوال هایی که در کنکور می عمدتا هم. از همین بخش است خب درس امروز رو فهمیدین وقتی ما دیگه کم کم به اتمام رسیده درست هستم خب امیدوارم که درس امروز رو فهمیده باشین شروع آماده کنکور هسته با ما همراه باشین درس ها اگر اگر احیان روزی از دست دادین تا تشویش نکنین تلگرام داریم یوتیوب داریم تمامی درس ها رکورد میشه در اونجا هم فضای مجازی هم گذاشته میشه تا درس بعدی خداوند یار و نگهدارش. شما